بعد مورد سوال قرار بشه، ایشون قائل به این نیستن که میتونه کسی ازشون سوال بکنه و ایشون باید جواب بدن. چیزی نیست که من بگم، خود ایشون میگن، دوستانشون میگن، وقتی ایشون میاد میگه خداوند نگذاشت من اشتباه بکنم، یعنی خودشون اینطوری وصف به خدا میکنه، یا نماینده ولی فقیه در سپاه میگه که ما اصلا حق نداریم مبانی تصمیمات ایشون رو سوال بکنیم. طبیعتا سوال کردن از نظر آقای خامنه‌ای چیز مردوده و اگه سوال بکنه نتیجش همین حمله اعراض روباش حکومتی و فحاشی ها و در واقع پرونده سازی ها، دروغ پراکنی ها و منحرف کردن از آن. در ببینید مسائلی که آقای نوریزاد مطرح کردن یا خود من مطرح کردم، دوستان دیگه مطرح کردن، چیزی مطمئنا اگر این مسائل روز جامعه نبود اصلا مخاطب پیدا نمی‌کرد. بسیار از افراد این روزها حرف میزنن، نامه می‌نویسن، از جناح حاکم مقاله می‌نویسن، سخنرانی می‌کنن، ولی اصلا مخاطب نداره، به دلیلی که مسئله روز جامعه نیست. اگر اینها مخاطب پیدا می‌کنه و حساسیت در درون حکومت ایجاد می‌کنه، یه در می‌فرسن جلو خونه آقای نوریزاده، جلو خونه آقای علایی، معنی این که مسئله موجود در جامعه است، معنی می‌خوان علنی بشه. منتها دیر فهمیدن و این علنی شده، از این حرفا گذشته، الان کار به جای رسیده که آقای علایی می‌نویسن. یعنی آقای علایی وقتی مقاله می‌نویسه، آقای علایی نمیتونن بگن نه ضد انقلاب، نه ضد نظام، ولی کار به جایی رسیده که الان دیگه بی بصیرت دارن. کی بی بصیرته؟ میگن آقای علایی رو میگن بی بصیرت. خب ببینین که صبح به صبح بصیرت سنج آقایون تحریک بشه، هر کس رو که مثلا تعریف از مقام رهبری کرد بگن الگوی بصیرت، مجسمه بصیرت، هر کی خلافش رو گفت فحاشی بکنن، خب این به تمسخر کشیده میشه. کمایی که بسیار از افراد هستن همین قد که یه حرفی میزنن. من یادم میاد چند سال پیش این گالیندوپول نماینده سازمان ملل میومد ایران، هر وقت یه تعریف از ایران میکرد، آقای ولایتی میگفتش که گالیندوپول شخصیت محترمی است، هر وقت که مثلا یه انتقادی میکرد بلافاصله فحاشی میکرد. گل آقای عکس انداخته بود، ولایتی پشت به پشت گالیندوپول نشسته، هر جمله‌ای که گالیندوپول میگه آقای ولایتی حرف میزنه، یه بار میگه خوبه، اونم میگه خوبه، هر وقت میگه ایران بعضی حقوق بشر بده، ولایتی میگه جاسوس آمریکاست. یعنی واقعیتش این که ما بصیرت سنج ما اینطوری باشه که هر کس هر روز صبح اگر مطابق میل حسین شریعت مداری، من دیگه نمیگم مطابق میل آقای خامنه‌ای، چون آقای خامنه‌ای تحت اختیار آقایونه، هر کس مطابق میل حسین شریعت مداری و سردار جعفری و سردار نقدی حرف زد، خوب باشه، هر کی بعد زد بشه بی‌بصیرت، حتما کسی نمیپذیر ازشون. آقای داد بشنویم نظر شما رو، که شما هم نامه‌ای نوشتید یک هفته اگر اشتباه نکنم پس از انتخابات ریاست جمهوری 88، خطاب به رهبر جمهوری اسلامی، نامه سرگشاده‌ای بود که بسیار هم تند بود. نامه بفرمایید که انگیزه شما از نوشتن این نامه چی بود و دو نکته مهمی که آقای نوریزاد روش انگشت گذاشتن، بحث این که تاکید می‌گذاشتن برای اینکه مشکلاتی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری تا 2 سال گذشته پیش اومد و باور ایشون برای حرکت و به گفته ایشون شیب آرام به سمت اصلاحات، فکر میکنید چقدر اینها شدنی هست؟ سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای واحدی و سورپرایز برنامه شما جناب آقای محمد نوریزاده عزیز، مرد وارسته، صادق و شجاعی که با قلمش سعی در اصلاح فاسدترین رهبر جهان رو داره و البته معتقدم که عقلانیتی که ایشون دارند، آقای نوریزاد و آقایانی مثل آقای علایی و دیگران، برای پرده‌های بعدی به اصطلاح می‌شود منتظر این بود که کارهاشون ثمرات شد دید. بله، من یک هفته بعد از انتخابات ریاست جمهوری، درست فردای روزی که خطبه خون توسط آقای خامنه ای قرائت شد و دستور تیراندازی به مخالفان صادر شد، نامه ای رو به ایشون نوشتم و عدالت و بیطرفی رهبر رو در یک انتخابات آزاد در قانون جمهوری اسلامی از ایشون سوال کردم. سوالی که سوال هر شهروندی است که اگر براستی انتخابات آزاد است در جمهوری اسلامی و براستی رهبر باید بی‌طرف باشد و به کاندیدای خاصی نظر نداشته باشد، چرا ایشون از قبل از انتخابات نشانه های احمدی نژاد رو کد میداد و به مردم اعلام میکرد و چرا بعد از انتخابات، فردای انتخابات، قبل از اینکه نهادهای شورای نگهبان و وزارت کشور اعلام بکنند که انتخابات چه شده، ایشون پیام تکمیل انتخابات رو بده و احمدی نژاد رو رئیس جمهور اعلام بکنه؟ چرا ایشون به نزدیکی نظر خودشون چرا ایشون به نزدیکی نظرش با احمدی نژاد اصرار داشت و امروز بعد از 2 سال همه رو بی‌بصیرت اعلام کرد، اما امروز خودش دچار یک اختاپوسی به نام دولت احمدی نژاد و جریان انحرافی است؟ کجای کار مشکل دارد جز اینکه آقای خامنه ای شرایط رهبری رو نداشت
طبق قوانین جمهوری اسلامی و به رهبری گماشته شد و سعی کرد در این 20 سال هم رهبر باشد و هم رئیس دستگاه اجرایی کشور. در نکته های صحبت آقای نوریزاد من مطلبی رو عرض بکنم که به نظرم اینها تذکرات به رهبری است که داره راه به خطا میره، برای اینکه مردمی که به این رهبر هنوز نیمچه اعتقادی دارند و یا به حکومت یک فرد صالح به هر حال فکر میکنند، اونها متوجه بشن که حکومت وقتی فردی شد و وقتی که غیر پاسخگو شد به همین جایی خواهد رفت که دیدیم. و بسیار کم هست در تاریخ امثال امام علی در تاریخ اسلام و امثال حکامی که در تاریخ ایران داشتیم که از اسب پیاده بشن و با شهروندان عادی صحبت کنند و بگن از من انتقاد کن. و بسیار زیاد داشتیم حکام تکرو و دیکتاتور و مستبدی که مثل آقای خامنه ای انقدر خودشون رو به خواب زدند تا روزی که مردم به پشت در خونه های اونها رسیدند و اونها رو مثل قذافی دیدیم که چه بلایی سرشون اومد. نامنگاری های آقای نوریزاد و امثال آقای واحدی، آقای علایی، بنده و هر کسی که فکر میکنه زمانی فکر میکردیم با اصلاح امور ممکن است که کشور با صدمه کمتری گذار بکنه به دموکراسی، اما به این به اصطلاح رسیدیم که با وجود نهاد رهبری و نهاد ولایت فقیه و حکومت فردی این امر غیر ممکنه. در واقع کار ما جبران 33 سال سکوت هست. در واقع کار ما جبران 33 سال بت‌سازی از رهبرانی است که اجازه صحبت آشکار به اونها نداشتیم و این صحبت رو ما باید قبل از اینها میکردیم. ما زمانی که عکس امام خمینی رو در ماه دیدیم اشتباه کردیم و اون روز سکوت کردیم اشتباه کردیم. ما زمانی که آقای خامنه یک شب حجت الاسلام بود و رهبر شد و آیت الله شد و سکوت کردیم و پشت آقای منتظری نایستادیم، ما اون روز خطا کردیم و امروز داریم جبران اون خطاها رو با تبعید، با نوشتن، با انواع شکنجه و زندانی که آقای نوریزاد یک نمونش هست، آقای خزعلی یک نمونش هست در داخل و کسانی که در خارج دارن چوب تبعید رو میخورن، ما داریم جبران در واقع این رو با این هزینه ها میپردازیم. به دلیل اینکه اگرچه همه این گناه تقصیر امثال ماها نبوده، اما خودمون رو به اصطلاح برای حل این معضل مسئول میدونیم که اون رهبری که دچار ناشنوایی شده رو تا آخرین لحظه متوجه اشتباهش بکنیم. من البته نامه‌نگاری به رهبر رو همون هفته بعد از انتخابات قطع کردم و فکر کردم که نامه بعدیم به سپاهیان و پاسداران بود که راجع بهش بعدن صحبت می‌کنم. حتما آقای نوریزاد بشنویم اگر نکته‌ای دارید در مورد بحثی که مطرح شد، این که شما اساساً رهبر جمهوری اسلامی رو چگونه تعریف می‌کنید؟ آیا مشکل شخص و رویکرد رهبری هست یا نهاد ولایت فقیه و ولایت مطلقه فقیه؟ عرض کنم که من پیش از اینکه به این پرسش جناب عالی پاسخ بدم، تقاضا می‌کنم از جناب داد عزیز در به کار بردن واژگان کمی دقت بکنن. یعنی تقاضای من برای این نشست این چنینی خودمون این هست. به هر حال ما در داخل هستیم، محدودیت هایی داریم، الان فردا ممکنه برای جمعی از ماها به خاطر مثلا حضور در یک چنین برنامه هایی مشکلاتی پیش بیاد و همین دلیل تقاضا میکنم وقتی ما میتوانیم واژگان درست و منتقدانه به کار ببریم، از واژگان تند و تیز کمی پرهیز کنیم. این رو به عنوان یه تقاضا مطرح کردم. این که فرمودید من آیت الله خامنه‌ای رو چگونه میشناسم، ایشون یک روحانی نسبتاً متفاوت با سایر روحانی. یه بار دیگه جناب آقای نوریزاده لطفاً بفرمایید که از کدام واژه من انتقاد دارید مشخصاً. ممنون میشم. ما وقتی بله جناب داده عزیز، ببینید ما وقتی میتونیم به شیرینی و با رعایت موازینی که خودمون بهش معتقدیم کسی رو یا یک جریانی رو، نه واژه رو بفرمایید ممنون میشم، مثلا به کار بردن دیکتاتور، نمیدونم واژه های این چنینی، اینها بار عاطفی رو در سطح خودشون و در لایه روحین خودشون حمل میکنن. شما
شما که نویسنده هستید پسندیده این هستش که از واژگان دیگری به کار ببرید. شما به زیبایی نقد خودتون رو کردید، شاید نیازی نبود به کار بردن واژه‌های صریح و تند و چیزی که معمولا تو ادبیات جوان‌ها بیشتر به کار میره. تقاضای من این هست، شما شرافت ببخشید جناب آقای نوریزاد، من یه نکته ای رو عرض بکنم. انتظار ندارم شما به این سوال جواب بدید، معتقدم بینندگان قضاوت خواهند کرد که آقای خامنه ای بعد از این دو سال کشتاری که انجام شد، جنایت هایی که انجام شد، آیا دیکتاتور هستند یا نه. من نمیخوام به خاطر شرایط شما در داخل شما پاسخگو باشید و مطمئنم که ادبیاتی که شما به کار میبرید درستتر هست به خاطر شرایطی که دارید، اما من واقعا هفته بعد از انتخابات ایشون رو هم به بی‌عدالتی متهم کردم، هم به نداشتن شرایط رهبری طبق قانون اساسی و هم به دیکتاتوری، و هنوز بر اون نظرم هستم. خواهش میکنم که راجع به اینکه من چگونه ایشون رو خطاب بکنم شما بزرگواری بکنید و این بحث رو به من واگذار بکنید و شما هم صحبت خودتون رو بفرمایید. ممنونم. بسیار خوب. من فقط خواستم بگم که واژگانی مثل دیکتاتور اینا باید در یک محکمه‌ای، در یک دادگاهی به اصطلاح مسجل بشه، ولی این که ما با یک چنین واژگانی با طرف که داریم نقدش میکنیم وقتی مواجه میشیم علناً خودمون رو ناگهان تخلیه میکنیم بر سر مخاطب نه بر سر طرف مقابل. طبیعتاً آقای نوریزاد شما مسئول، همطور که اشاره کردید، شما مسئول اون چه هستید که خودتون عنوان میکنید، نکاتی که کارشناسان مهمانان دیگه برنامه میگن نکاتی است که نظرات شخصی خود اون افراد هستش. بفرمایید پرسشی که من باهاتون در میان گذاشتم پاسخ شما رو بشنویم. من آقای خامنه‌ای رو یک روحانی نسبتاً متفاوت میدونم با سایر روحانیان سنتی. ایشون اهل مطالعه اند، ایشون رمان میخوانند، به موسیقی علاقمندند، با موسیقی آشنایند، به هنر و مقولات هنری اشراف دارند، یا عنایت دارند، یا آگاهی دارند، خوش صحبتند، خوش فکرند، اهل سفر و کوه و گشت و گذارند، شخصاً ساده زیستند. حالا از این به بعد اهل گذشت و مدارا نیستند، به انتقاد از دیگران علاقمندند اما از انتقاد خودشون دلگیر میشن، فرد منظمی هستند، منتها شأن رهبری رو تا حدود ورود به کارهای جزئی تنزل میدن. بیش از اون که نگران اسلام باشن، نگران خودشون، دوستانشون، همراهانشون هستند. به شعار خیلی علاقمندند، واقعیات رو با شعار میآمیزن، به شدت تحت تاثیر اطرافیانشون هستند. به هر حال بنده سالها در کنار ایشون و پشت سر ایشون از ایشون به خاطر خصلت‌های خوب ایشون دفاع می‌کردم، حمایت می‌کردم، ولی الان ایشون چه بخوان چه نخوان در تک تک فاجعه‌ها و در تک تک آسیب‌هایی که مردم ما به ویژه در این دو سال دیدن که به شکل آشکار بوده، بنده به شخصه خبر نداشتم در زندان اوین چه می‌گذره و به سر جوان‌های ما، دخترها، پسرها چه آمده. یعنی این رو صادقانه عرض میکنم، روح من خبر نداشت. وقتی من رفتم داخل زندان بازجویان هیولاگون رو دیدم که آقا آقا میکردن و مدعی بودن که پرونده ها رو شخصا به اطلاع ایشون میرسونن، خب من این رو باور میکنم که ایشون در تک تک و در جزئیات فاجعه ها حضور داشتن، آگاهی داشتن، و طبیعی است که رایج شدن یا روان شدن یک فاجعه با امضای ایشون بوده. به هر حال ایشون باید پاسخگو باشن. این که فرمودید ایشون رو چگونه یافتید، این که میفرمایید آیا مشکل از ایشونه، بنده میخوام بگم به شکل ظاهری بله مشکل با رهبری ایشونه، اما مشکل ریشه‌ای و باطنی به سیستم حکومت مربوطه که از دریچه قیفی شکل فقه ما داریم به جهان نگاه میکنیم. مثل اینکه مثلا تراشکاران به حکومت برسن و بخوان به دنیا و به جهان و به جامعه خودشون و به همه فعل و انفعال‌ها با همون علم و تخصص و گرایش تراشکاری روی بیارن. فقه به باور همه و حتی به باور همه فقها بخش لاغر و کوچک و اتفاقا نامربوطی است که حاکمان روحانی ایران اصرار بر تطبیق همه چیز با اون دارن، از دیپلماسی جهانی تا قضاوت، تا اقتصاد، تا فرهنگ، تا همه چیز. مثل این که ما یک کوه رو بر پشت یک اسب سوار کنیم و انتظار داریم که اسب راه بره و درست قدم برداره. مشکل از همین بار حکومته که بر پشت فقه و
فقاهت گذارده شده. حالا یک بخشش ولایت فقیه که مثلا زیر بار هیچ نظارتی نمیره و خودش رو فراتر از ناظرین میدونه. اینجا همونجاست که